سلام عرض می‌کنم خدمت همه دوستان. امیدوارم هر جا که هستین حال دلتون خوب باشه. بچه‌ها این توضیحات سفر دوستانه تیر ماه سال 1402 برای هفتم تیر ماه. اگر بعد از این تاریخ دارین این ویدیو رو نگاه میکنین، خب به معنی اینه که انقضای این فراخوان تموم شد و پیشنهاد میکنم از توی قسمت پلیلیست فراخوانهای جدیدتر رو دنبال کنید. قبل از اینکه حالا توضیحات سفر رو بدم، پوزش میخوام که توی محیط کارگاهی دارم براتون ویدیو ضبط میکنم. انقدر خورده کاری های ماشین تلمبار شده بود و حالا منم به دلیل مشغله کاری فقط آخر هفته های خورده تایم خالی دارم، دیگه فرصت نشد توی محیط خیلی بهتر براتون ویدیو ضبط کنم. یه توضیح بدم در مورد سفر دوستانه هفتم تیر ماه. ما تاریخ سفرمون میشه 7، 8 و 9 تیر ماه سال 1402. چهارشنبه که میشه هفتم تیر ماه تعطیل رسمی نیست، ولی فرداش یعنی هشتم میشه عید قربان، جمعه هم که دیگه تعطیل رسمیه. دوستانی که حالا اداری هستن نیاز به مرخصی دارن، بعد برای هفتم حتما مرخصی تهیه کنن که بتونن به گروه ملحق شن. ما روز هفتم یعنی چهارشنبه تقریبا 4 صبح قراره حرکت بکنیم. لوکیشن سفرمون طبیعت زیبای سهنده، قراره بریم تو کوهستان سهند. فاصلش با تهران، بخوام حالا یه چیز حدودی بگم، از محل تهران که از تهران که حرکت بکنیم تا محل کمپ یه چیزی هول و هوش به 8 ساعت 9 ساعت ممکنه مسیر داشته باشیم. برای همین صبح خیلی زود حرکت میکنیم که به موقع قبل از نهار تو لوکیشن کمپمون باشیم. منطقه سهند از اون لوکیشنایی که فوق العاده آب و هوای خنک کوهستانی داره. توی ایام مثلا گرم سال، مثلا فصل تابستون، مثلا امسال که خیلی گرمای بیش از حدی رو داریم تجربه میکنیم، یکی از اون لوکیشن هایی که خیلی مناسب سفر کردنه. ما دمای زیر صفر هم ممکنه تجربه بکنیم و خیلی دلچسب میکنه سفرمونو. اما با تمام زیباییاش، با تمام آب و هوای خنک کوهستانش، از اون لوکیشن های خیلی خاصی هستش که ممکنه اون روی سخت طبیعت هم ما شاهد بشیم. لوکیشن سهند از اون لوکیشن هایی که هیچ وقت نمیشه به امید برنامه های پیشبینی آب و هوایی روش حساب باز کرد و سفرتون رو انجام بدین، برنامه ریزی بکنین. همیشه غافلگیرتون میکنه، کلا مثل لوکیشن هایی مثل سبلان میمونه به دلیل ارتفاع زیادش و حالا سبک خاص کوهستانی بودنش هیچ وقت نمیشه پیش بینی کرد. من همیشه شده آب و هوا رو چک کردم ولی دقیقاً توی اون لوکیشن غافلگیر شدم. برای همین نیازمند روحیه طبیعت گردیه. روحیه طبیعت گردی یعنی چی؟ یعنی اینکه شما انقدر عاشق طبیعت باشین که از هر شرایطی که ممکنه توی اون طبیعت براتون پیش بیاد لذت ببرین. از آسمون سنگ هم بباره، انقدر عاشق طبیعت باشین که ازش لذت ببرین. و نیازمند اینه که تجهیزاتتون کامل باشه. بالاخره ما تو لوکیشنی هستیم که آفتاب فوق العاده تیزی داریم، لوکیشنی هستیم که ممکنه دمای زیر 10 درجه رو تجربه کنیم. نیازه که لوازم و تجهیزات و کمپینگتون خیلی کامل باشه. اگر اولین بارتون رو داریم با سفرهای دوستانه گروه ما یا آشنا میشین، پیشنهاد میکنم این دوتا بخشی که توضیح دادیم در مورد سفرهای دوستانه که اصلا سفرهای دوستانه به چه سبکی هست، شرایط شرکت در سفرها چجوریه و چجوری باید ما توی این سفرها شرکت بکنیم، توی دوتا ویدیو که حالا توی قسمت کپشن این پست قرار میدم حتما برین نگاه بکنین اون دوتا ویدیو رو. اونجا تقریبا سعی کردم کامل توضیح بدم همه مواردو و اگر حالا شرایطتون اوکی بود میتونین از طریق کامنت گذاشتن توی همین پوزی مرغ ولکن ما نیست، از طریق کامنت گذاشتن زیر همین ویدیو یا حالا توی اینستاگرام به هم دایرکت بیاین یا اونجا پیام بدین، فرقی نمیکنه. از هر طریقی که با من میتونین در ارتباط باشین پیام بدین که جوینتون بکنم داخل گروه مختص به سفر و انشالله که یه سفر خیلی خوب پر از خاطره زیبا رو با هم تجربه کنیم. فعلا خدا نگهدارتون.